ملکا ذکر تو گویم ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز و شادکام باشین ایام به با کامتان باشه ما را از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نمی کنین ازاداری هایتان مورد قبول درگاه حضرت حق باشه خداوند امیدوار هستیم که خداوند توفیق ازاداری خالصانه و دور از ریاره به همه من شما لطف کرامت بفرماید ایام را تسلیت و تعزیت ارز می کنیم و امیدوار هستم که با قرار گرفتن در این ایام ای 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 مسیر زندگی ما بر همیش حسینی شود ان الله ایام عزاست و سوالات پیرامون عزاداری و این نکته قبل از اینکه به سوال بپردازیم و جواب سوال خدمت شما عزیزان عرض کنم باید عرض کنم که همه فقهای عظیم و شعن شیعه میفرمایند که عزاداری امام حسین علیه السلام گریه کردن و ناله کردن در عزای امام حسین افضل قرباته افضل قربات یعنی چی یعنی بهترین چیزهایی است که ما را به خدای تبارک و تعالی نزدیک میکنه پس عزاداری هم برای نزدیکی و قرب به ساحت مقدس حضرت حق است و چیز دیگری در این وسط نیست حالا سوال است که معمولا مرسوم است که در عزاداری ها لباس سیاه می پوشند سوال می کنم که در خیلی از جاها گفتن پوشیدن لباس سیاه مکروه آیا در عزاداری امام حسینم پوشیدن لباس سیاه مکروه است یا مکروه نیست امین خدمت سروران ارجمند باید عرض کنم که ای که میگه فلان کار مکروه اگر در عبادت باشه اگر یک کاری مکروه باشه ثواب عبادت میاره پایین ما با مثال خدمتتان عرض میکنیم که قضیه برتان روشن شوم میگن که ما در هنگام نماز اگر جای نماز بخوانیم که تصویر باشه عکس باشه عکس زیرو یعنی عکس موجودات جاندار مثل انسان و شیر و ببر و پلنگ و چیزهای دیگه اگر در مقابل انسان باشه کراهت شدید تره. اگر در این طرف باشه این طرف باشه در کل اتاق مقصد یک اکسی باشه میگن کراهت داره کراهت در هنگام عبادت به این معناست که ثواب عبادت میاره پایی مثلا از باب مثال میگیم اگر خواندن نماز ده درجه ثواب داشته باشه یا صد درجه ثواب داشته باشه و ما در جای نماز بخوانیم که پیش روی ما یا دنبال ما یا این طرف ای طرف ما تصویر و عکس باشه میگن مکروه یعنی درجه ثواب نماز میاره پایین مثلا نمازی که 100 درجه باید مثلا ما دریافت میکردیم 99 درجه میشه حالا ای که میگن آیا پوشیدن لباس سیاه در ازای امام حسین مکروه است یا مکروه نیست که اگر مکروه باشه ثواب عبادت و عزاداری ما را کم میکنه اگر مکرور نباشه هیچ مشکلی نیست ثواب عزاداری را به تمام و کمال برای ما انشاالله داده میشه حضرت آیت الله العظم سیستانی حفظه الله تعالی میفرمایند که ای که گفتن پوشیدن لباس سیاه در عزا کراحت داره میفرمایند که برای ما ثابت نشده یعنی از نظر حضرت آیت الله العظم سیستانی اگر انسان در عزاداری لباس سیاه بپوشه هیچ کدام مشکلی نیست و هیچ امر مکروهی را انجام نداده بلکه بسیاری از فقها میگن اگر ای از جمله تعظیم شعائر باشه یعنی باعث باشه که باعث که شعائر اسلامی تعظیم شود تکریم شوه خب میگن حتی مستحبم هست که انسان این کار را انجام بده پس یک سوال و اما سوال دیگه ای که از ما پرسیدن که مرسوم است در ایام عزاداری برخی از اوقات برخی از حیات ها بیرون میرن مثلا در سرک و خیابان برای سینه زدن و ازاداری کردن میرن بیرون گاهی اوقات خوب در سینیه است یا مسجد است یا جای دیگه است یا در خانه است خب هیچ مشکلی نداره مردا دور هم جمع میشن و عزاداری میکنن گاهی از اوقات هم طرف به خاطر از اینکه سینه بزنه یک بعضی اوقات لباس خودش هم میکنه مثلا پیراهن خودش هم در میاره دیدین یا گاهی از اوقات یک سری پیراهنایی هست که قسمتی را که سینه میزنن اینا خو همین رقبی لخت است و حالت خودشان از قبلا جور است سوال ایه که آیا برهنه شدن یعنی منظور که کشیدن پیراهن است برای کشیدن پیراهن در هنگام عزاداری در هنگام سیمزنی آیا کدام مشکل خاصی داره یا کدام مشکل خاصی نداره حضرت آیت الله العظما میفرمایند خب در جایی که همه مرد است و هیچ مشکل خاصی نداره خب همه مرد است میتونه پیراهن خودش بکشه و سینه بزنه هیچ مشکلی در این زمینه نیست و اما یک درجه است مثلا در سرک و خیابان در اینجا میفرمایند که صرفی که مرد پیران خودشه بکشه برای ازاداری کردن و سینه زن بازم مشکلی نیست اما مشکل جای دیگه است خانمایی که در این ساحه قرار دارن و ازاداران را همراهی میکنن اینا دیگه باید متوجه از قضیه باشن که چشمشان به بدن برهنه بدنی که پیراهن نداره از مرد اجنبی با نامحرم نیفته پس اینجا دو تا وظیفه است یکی از طرف مرد که مشکل نداره پیراهن خودش بکشه برای عزاداری و وظیفه دیگه متوجه خانوم است متوجه او زنی است که نامحرمه او باید خودش کنترل کنه و به بدن برهنه مرد در حال عزاداری ندوزه این سوال دومی است که از ما گاهی اوقات پرسان میشه و اما سوال سومی از ما پرسان شده و او سوال است که برخی از خانم ها میگن که آیا ما در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام یا هر یک از معصومین مثلا در سال روز وفات حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلام یا در سال روز وفات یا شهادت حضرت امام علی علیه السلام آیا میتونیم آرایش کنیم آیا میتونیم مثلا برای خود ما برسیم در جواب باید عرض کنیم ای که میگه ما آرایش کنیم به خودمان برسیم خب خو قطعا سؤال از این بیننده محترمه است که قطعا در جلو محرم خودش آرایش میکنه یعنی جلوی زن، جلب شوهر خودش آرایش میکنه پدر خودش و کسایی که با این محرم هستند در ایام ازاداری امام حسین اگر این مشکلی به اصطلاح آرایش کردن باشه پیش شوهر و محارم هیچ اشکال شرعی نداره هیچ مشکلی در این زمینه نیست ولی مشکل اساسی از جایی است که نه تنها در ایام ازاداری بلکه در بقیه ایام است که زن مسلمان و جوان خودش آرایش کنه به همون نحوی که شما سروران ارجمن و بینندگان عزیز ذهنتان میره همو آرایش قلیز یا حتی آرایش غیر قلیز و با این آرایش صورت آرایش کرده دستهای آرایش کرده در معرض دید نامحرم قرار میگیره این دیگه ایام محرم و سفر و ربیع الاول و ربیع ثانی هیچ کدام از ایام سال نمیشناسه زن مسلمان فقط و فقط مجازه در مقابل محرم خودش با آرائش حاضر شود اما در مقابل غیر محرم به هیچ عنوان با صورت آرایش کرده نباید ظاهر شود و این کار کاری چیه؟ حرامیه قطعا در ماه محرم خب بدتره زشتی این کار بیشتر است در بقیه ایام به کار زشت است پس صرف آرایش کردن برای بانوان برای محارم خودشان در ماه محرم سفر و هر تا این از سال که باشه اشکالی ندارد اگرچه از نظر اخلاقی از نظر ای که ما با اهل بیت هم دردیم در دردشان ناراحت هستیم و در خوشحالیشان خوشحال و شاد هستیم این سزاوار هست که این کار ترک شود ولی اگر ترک هم نشد هیچ مشکلی نیست تا دیداری بعد و پاسخ به سوالات شرعی دیگه همه شما بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی را به خدای تبارک و تعالی می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته